بشر در طی قرن‌ها راه‌های مختلفی رو برای زیبایی صورت و اندام خود امتحان کرده. کم نیستن قبیله‌هایی که هنوز هم با روش‌های دردناک خود را با الگوهای زیبایی مورد نظر نزدیک می‌کنند. از خالکوبی‌های بزرگ گرفته تا قطع اندام. در جهان مدرن هم ولع زیبایی در ابعاد دیگری در جریانه. سالانه هزاران نفر در سراسر جهان زیر تیغ جراحی می روند تا خود را به الگوهای مورد تایید جامعه نزدیک کنند. عملهایی که گاهی حتی به قیمت جانشان تمام می شود. در مجموعه گزارش های افسون زیبایی به این نیاز بشر پرداختیم. اینجا افغانستان است. در این کلینیک مردم گوش تا گوش نشستند تا نوبت جراحیشان برسد. قصد آنها ایجاد تغییرات در بدن، نه به قصد درمان یا ترمیم عضو آسیب دیده، بلکه صرفاً جهت زیبایی است. هر روز تعداد بیشتری که درصد بالای آنها زن هستند، در افغانستان خود را به دست تیغ جراحی می‌سپارند تا زیباتر به نظر برسند. در افغانستان بیشتر الان خانم‌ها خیلی به زیبایی خود اهمیت میدن. درسته که کشور جنگ زده و خیلی مردم با مشکلات زیادی روبرو هستن، ولی خانم‌ها زیاد اهمیت میدن. همچنین در کنار خانم آقایون هم توی چند سال خیلی به زیبایی خود اهمیت میدن. در ولایت هرات تعداد متقاضیان جراحی زیبایی نسبت به دو سال پیش در میان آقایان 30% و خانم‌ها 70% افزایش داشته. تا چند سال پیش مردم افغانستان ناچار بودند برای انجام این عملها به ایران بروند، اما حالا کلینیک‌های مجهزی در داخل افغانستان دایر شده. از دو سال قبل به این طرف آمار واقعا افزایش پیدا کرده. اکثران که توان پرداخت فیس عملیات زیبایی داشته باشند اقدام به عملیات زیبایی میکنند. ایران در زمینه انجام جراحی‌های زیبایی تبدیل به مکانی مهم در خاورمیانه و حتی در جهان شده. سالانه در ایران بین 25 تا 35 هزار عمل جراحی زیبایی صورت می‌گیرد. بیشتر این جراحی‌ها غیر ضروری و صرفاً جهت زیبایی هستند. مردم توی مخصوصاً ایران دارن میرن به یک سمتی که با یه سری چیزها که حقایق بجنگن. یکی شبسل حقیقت سنه. یعنی انگار تو این لانگیویتی عمرشون چیزی که میخوان رو به دست نیاوردن، الان دنبال یک چیز فیکن و اون ظاهره. تعداد قابل توجهی از مردم در ایران تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌های زرد و فضای مجازی تن به جراحی زیبایی میسپارند و درصد مردانی که تمایل به انجام عملهای زیبایی دارند نسبت به زنان در حال افزایش است. معیار زیبایی در واقع من همون چیزی که خدمت شما گفتم، اون نسبت‌ها توی صورت هستش. بعضی وقتها ممکنه شما یک لبی رو می‌بینی که قشنگه، ولی این لب توی اون صورت قشنگه. اگه شما بخوای این اون لب رو روی صورت خودت بگذاری، یک چیز غیر طبیعی و زشتی میشه. اگرچه بیشتر انواع این جراحی‌ها با خطرات جدی جانی و آسیب‌های ماندگار همراه است و موارد زیادی از قصور پزشکی و عمل‌های ناموفق منجر به مرگ ثبت شده، اما همچنان بازار جراحی زیبایی داغ است. تب و تاب جراحی زیبایی به کشور سوئد هم رسیده. اینجا یکی از چندین کلینیک جراحی زیبایی در شهر استکهلم. وزارت بهداشت سوئد قرار از ماه جولای یک سری قوانین سختگیرانه برای این نوع کلینیکا به اجرا بذاره. در سالهای گذشته سفرهای زیادی از سوئد به قصد انجام جراحی زیبایی انجام می‌شد. آنها به کشورهایی مثل ترکیه و ایران سفر می‌کردند تا ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین در سوئد نباشند و با پرداخت بهای کمتر جراحی کنند. اما تعداد بالای متقاضیان زیبایی در سوئد حالا باعث شده کلینیک‌های خصوصی دایر شود که با هزینه کمتر این جراحی‌ها را در داخل سوئد انجام بدهند. متأسفانه خدمات زیبایی یا ارائه خدمات زیبایی بیش از حد داره ارائه میشه، یعنی نیازی وجود نداره بعضن به انجام بعضی از کارها، ولی متأسفانه چون مد هستش، چون جامعه میطلبه، یا اینکه فلان خواننده یا فلان هنرپیشه خودش رو به اون شکل درآورده، ما بدون نیاز خودمون رو وارد مسائلی میکنیم که بعدها براش پشیمون میشیم. عملهای جراحی زیبایی در میان مردم جهان مخالفین و موافقین سرسختی دارد. مخالفین عقیده دارند انسانها با ظاهر طبیعی زیباتر هستند. علائم پیری نباید پوشانده شود، چرا که این یک روال طبیعی است که باید طی بشود و عملهای جراحی باعث مصنوعی به نظر رسیدن افراد است. گروهی دیگر اعتقاد دارند انسان‌ها برای جلب توجه و زیبا به نظر رسیدن و مبارزه با پیری و چین و چروک صورت باید تن به عملهای جراحی بدهند. مهران عباسیان، ایران اینترنشنال، استکهلم.